در آغاز برنامه این هفته من سه‌چهار تیتر خبر مهم رو خدمتتون عرض بکنم، چون 14-15 روزم که خب در داخل ایران تعطیل بود و خبرگزاری روزنامه به نوعی تعطیل بودن، خصوصا روزنامه‌ها که 15 روز اول چاپ نشدن. 15 روز اول ورزش ایران به نوعی آغاز شد با نایب قهرمانی تکواندوی نوجوانان جهان دخترانی که در تایوان حضور داشتن، با حضور مختلف موفق شدن، نایب قهرمانشون حضور بسیار خوبی داشتن و در اونجا آغازی بسیار خوب تکواندو داشت. امیدواریم که در سال جدید سال 1393 هم بتونن حضور بسیار خوب در رقابت‌های قهرمانی آسیا بزرگسالان، بازی‌های آسیا اینجمون و در ادامه قهرمانی جهان داشته باشن. در بخش فوتبال هم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد. تیم‌های نمایندگان ایران، 4 تیمی که در این رقابت‌ها شرکت کردند، به نسبت حضور خوب داشتن. بازگشت خوب استقلال به رقابت‌های لیگ قهرمانان که با برتری 1-0 مقابل الجزیره موفق شد که دوباره برگرده به این رقابت و شانس مجدد برای صعود داشته باشه. خدمت شما عرض بکنم که آغاز اردوی تیم ملی والیبال ایران در سال جدید با حضور 14-15 تا بازیکن زیر نظر حسین معدنی کار خودشون رو آغاز کردن. میدونه که آقای کوچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد، مربی سربستانی که سرمربی پروژه ایتالیا است و از اوایل اردیبهشت به ایران خواهد اومد و به طور رسمی رهبری تیم ملی والیبال ایران بر عهده خواهد گرفت. در رقابت‌های جهانی لهستان امسال بسیار حساس برای ایران، همچنین رقابت‌های لیگ جهانی که ایران با قدرت‌های بزرگ روبرو خواهد شد. حالا بعد ببینیم که حضور آقای کوچ و سرمربی جدیدی که سابقه حضور در تیم پگاه ارومیه داره و در رقابت‌های لیگ ایتالیا بسیار خوب کرده چطور میتونه باشه. همچنین آغاز تمرینات تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیایی در آستانه قزاقستان برگزار میشه اوایل اردیبهشت ماه. وزیر ورزش در اردوی تیم ملی حضور پیدا کرد. رسول خادم اونجا اعلام کرد که سال بسیار حساس و کشتی امسال خواهد داشت و بسیار هم از مسئولان ورزش این تمنا رو داشت که به طور ویژه به کشتی رسیدگی بکنن. در بخش رقابت‌های فوتبال خارجی در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ 7 هفته زودتر موفق شد قهرمان بوندسلیگا رو در دست بگیره. در لیگ قهرمانان که میدونه که بازی بسیار خوبی برگزار شد که بایر و منچستر گل سرسوادی رقابت بود که به تساوی انجامید. و اتفاقات دیگه که در ورزش دنیا هم افتاده، مطمئنا در هفته‌های آینده اون اوایل برنامه رو اختصاص می‌دیم به 3-4 تا خبرهای ورزشی که از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان است. می‌ریم به برنامه امروز سود و حضور کارشناسان محترم، لطفا ما را همراهی بفرمایید.